aşıkan سر پیمان رسیده ایم در اربعین شاه شهیدان رسیده ایم ما عاشقیم دل بر یکتای ما حسین ما عاشقیم دل بر یکتای ما حسین با عاشقان بی سر و سامان رسیده ایم لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین. بخش دوم وجود ما قلب ماست، مرکز عواطف و احساسات ماست، مرکز حب و بغض و تولا و تبراست و مرکز ایمان و باور است. بحث های عزاداری، مدداهی بخش عاطفی وجود ما را تامین میکنه و در عینی که ممکنه در لابلای این اشعار به ما آگاهی هایی داده میشه، اون بخش ذوق و سلیقه و بخش احساسات انسان را تحریک میکنه و انسان به صورت طبیعی از چیزهای زیبا، از صدای زیبا، از اشعار زیبا انسان خوشش میاد. ای کاش و شبی را من بین الحرمین باشم بین الحرمین باشم بین الحرمین باشم یا رب تو بده توفیق تا یک شبی در عمرم یا رب تو بده توفیق تا یک شبی در عمرم در بان ابوالفضل و در بان حسین باشم در بان حسین باشم در بان حسین باشم. در این قسمت هم میزبان دو مهمان بسیار بزرگوار، شخصیت های بزرگ جامعه ما در عرصه فرهنگی و علمی قرار داریم. حجت الاسلام دکتر سید آقا حسن حسینی، کارشناس علوم تربیتی و استاد دانشگاه، و همچنان در کنارشان مداح اهل بیت قاری صاحب سید مهدی حسینی، که شما با مداح هایشان چی در فضای مجازی، چی در منبرها و مسجدها، چی از طریق تلویزیون آشنایی دارین. مخصوصا گل امه که در یوتیوب رای فردا بسیار بازدید زیاد دارن و همچنان بین الحرمین. مهمانان بزرگوار بسیار خوش آمدین. عرض تسلیت خدمت شما از آج آقا اگر شروع بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. من هم تسلیت عرض میکنم ایام اربعین سید الشهدا را خدمت بینندگان و شنوندگان محترم و حضرت عالی و همکاران در خدمتتون هستم. سلامت باشین. شما هم جناب حسینی بسیار خوش آمدین. عرض تسلیت. سلام عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان شبکه و رادیوی راه فردا و ایام اربعین حسینی را برای همه شیعیان تسلیت عرض میکنیم و در هر جایی که هستن انشالله ما را دعای خیر خیش فراموش نکنیم. انشاءالله. آج آقا در ابتدا معرفی بیشترشان جناب آقای حسینی، شما هم قبلا گفتین که با او مدعای هایشان و نوحه‌ای که اجرا کردن گوش کردین. دلگاه شما چی هست که جوانای ما میان با این مشتاق و با این علاقه و مردم هم با اشتیاق فراوان یک فایلی که مربوط به نوحه میشن و اون هم 8 دقیقه طول از او هست یا مثلا مدتی که اجرا کرده 100,000 بار بازدید دارن. حالا ما شما فایل های دیگه دارم در امو چوکات یا در امو قالب حدود 10,000 بیشتر ندارم. عرض کنم که انسان 3 تا بُعد مهم وجودی داره. یک بخش وجودی ما بخش مربوط به ذهن ماست، شناخت ماست، آگاهی های ماست. بخش دوم وجود ما قلب ماست، مرکز عواطف و احساسات ماست، مرکز حب و بغض و تولا و تبراست و مرکز ایمان و باور است و بعد سوم هم رفتار است. معمولا کسی بر اساس آگاهی ها
و شناخت های خود عمل نمی کنه. اگر آگاهی و شناخت تبدیل به احساسات شد، تبدیل به عواطف شد، تبدیل به ایمان و علاقه و شوق شد، بعد اون موقع پشت سرش رفتار از انسان سر میزنه. در مسائل دینی و مذهبی هم همین مسئله است. بحث های عزاداری، مدداهی بخش عاطفی وجود ما را تامین میکنه و در عین که ممکنه در لابلای این اشعار به ما آگاهی هایی داده میشه، اون بخش ذوق و سلیقه و بخش احساسات انسان را تحریک میکنه و انسان به صورت طبیعی از چیزهای زیبا، از صدای زیبا، از اشعار زیبا انسان خوشش میاد. وقت خوشش آمد به صورت طبیعی به طرف او میل پیدا میکنه و به نظر من مداحان خیلی میتوانن نقش سازنده‌ای داشته باشن در جهت هدایت مردم به سمت گرایش به دینداری، به گرایش به مکتب سیدالشهدا و ارزش‌هایی که امام حسین علیه السلام و یارانش در اون را به شهادت رسیدن. عزیز دلم آقای حسینی و خیلی از مداحان دیگر که به هر حال در این عرصه توفیق دارن که قدم برمی‌دارن، باید براشون دعا کرد و در عین که اینها دقت می‌کنن راجع به محتوای اشعارشان، سبک و سیاق مدعی‌هاشون، حتما هم ملاحظه کردن که اگر خوب بخوانن و خوب هم بخوانن، طبیعتاً مردم اون طرف گرایش پیدا میکنن و به سمت اینها میان، مشتری هم پیدا میکنن، هم دنیاست هم آخرت. بله، خداوند انشاءالله حفظ بکنن. بحث ما دوستا با آجاقا در ارتباط با آثار معنوی و تربیتی زیارت بزرگان و زیارت مرقد پیشوایان دینی، مخصوصا امام حسین علیه السلام و یارانش هست که انشاءالله تا چند دقیقه بعد شروع خواهد شد. اما در ابتدا اجازه میخواهیم که از آجاقا اگر یک مدداهی یا نوحخانی که جناب آقای حسینی داشتن و بیشتر بیننده های ما با او آشنا هستن اگر اجرا کنند، آجاقا بعد انشاءالله با شما روی بحث میپردازیم. در خدمت بفرمایید آقای حسینی. ای کاش و شبی را من بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم. یا رب تو بده توفیق تا یک شبی در عمرم، یا رب تو بده توفیق تا یک شبی در عمرم، دربان ابوالفضل و دربان حسین باشم، دربان حسین باشم، دربان حسین باشم. ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم، از غصه اگر مردم گویید که خود می گفت، از غصه اگر مردم گویید که خود می گفت، قربان ابوالفضل و قربان حسین باشم، قربان حسین باشم. ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم، در کنج حرم تنها بنشست بسد غوغا، در کنج حرم تنها بنشست بسد غوغا، گریان ابوالفضل و گریان حسین باشم، گریان حسین باشم. ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم، بین الحرمین باشم.
ذات خداوندی در تلخی جان کندن از ذات خداوندی خواهان ابوالفضل و خواهان حسین باشم خواهان حسین باشم خواهان حسین باشم ای کاش شبی را من بین الحرمین باشم بین الحرمین باشم ما جمع عاشقان سر پیمان رسیده ایم در اربعین شاه شهیدان رسیده ایم ما عاشقیم دل بر یکتای ما حسین ما عاشقیم دل بر یکتای ما حسین با عاشقان بی سر و سامان رسیده ایم لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین فریاد ماستا و جزا داغ کربلا فریاد ماستا و جزا داغ کربلا در بوستان خس رو خوبان رسیده ایم لبیک یا حسین که دل دادگان رسید ما هم کنار خیل محبان رسیده ایم لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین ما جمع ای عاشقان سر پیمان رسیده ایم ما جمع ای عاشقان سر پیمان رسیده ایم در اربعین شاه شهیدان رسیده ایم ما عاشقیم و دل بر یکتای ما حسین با عاشقان بی سر و سامان رسیده ایم لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین لبیک یا حسین لک لبیک یا حسین